سلام علیکم ورحمۃ اللہ ګرانو زکونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ ښه ګرانو زکونکو خراج لاس د زمیرونو یادې نوم زریو دویمه برخه ته আজি زمروز قرار است کومه بعضی از میمنه ها را داشته باشیم در درس امروز ما یوسرا جان هست و بعضی از میمنه های دیگه است استاد حسینی که قرار است به اونه هم درس خود را ادامه بدیم خ ګرانوځ د كونکو کوم پیادوي په مخکنیل واسکمو د نومزریو په حقله لوستلو نو نن منغو تاسو عملی کار کوو اگر یو تنبوشه در شروي درس من مسروف کتاب خوندن بدم در زبان دری میګیم ک من کتاب میخوانم هالا وقتی که من یعنی شخص اول باشه متکلم در باری از جمله بگوییم در زبان پشتو به جای من کدام زمیر استفاده میشه نو no. من گفتا سلیکل شو چه ز زه... کتاب لولم یعنی من کتاب میخوانم خب گرانو زکون که داشت ز زه... یعنی زمیر من وست ت ته... ت کتاب لونه خا زه وو د یوسراجان سره غیګم یوسراجان هم کتاب لونی نو د دې سره غیګو یوسراجان سره سلام علیکم خا ووس یوسراجان سره من غو تاسې غیګو ورته وایو چې تو کتاب میخانی تو یعنی شما تو مستقیم ما با یوسرا صحبت میکنم یوسراجان ته کتاب لونی خا ووس یوسراجان هم کتاب لونی نو no. منگا گویم چه کتاب لوانی شخص مخاطب ما یوسرا جان است اگر چه از پیش ما قارم هست اما امروز صحبت میکنیم ت کتاب لوانی پس شخص مخاطب ما که یوسرا جان هست پس میگیم برش که ت کتاب لولی خ داش ت وس موغ سر یوزای کتاب لونو زد یوسرا جانی سره یاو زای کتاب لوانم یوسرا جون بیا کې ا جوړ کتاب واخونیم کومه ښه خواندی کومه ښه خواندی ګرام څه پړ؟ آفرین ښه ګرام ز اکاؤنٹ کو زده یوسرا سره یاو زای درس کتاب لوانم خب اره بخونم ښه خا. و ز او یوسرا جانه دوړه سره یاو زای کتاب لونو هي یوسرا جانې واخله ده آفرین لو واخله ښه نو no. ووس منګه دلته جمله لیکلې شوچی موغ کتاب لوونو ما با یوسراجان یکجا ما کتاب میخوانیم پس میګیم که موغ کتاب لوالو ها ووس د یوسراجان مور هم وسره یو ځای کتاب لونی استاد بفرمایئ ها ووس د یوسراجان سره یو ځای ده هغه مور هم کتاب لونی پس ما به اینا میگم که شما کتاب میخوانین و یک نفر تنها یوسرا جان نه دو نفر هستن یعنی جمع هستن و این تاسی یا تاسو کتاب لونی شما حالا زمیری که به جای شما استفاده میشه کدام است پس میگیم که تاسی یا تاسو کتاب لونی Pasme gim ke ta se kitab lwane shoma kitab mi khanin chon man mu khotab mas man roye az ino mustaqim sohbat mikunam ta se kitab lwane kha us ustad ustad hosaini razi hosaini saheb ham kitab lwane hosaini saheb mi rabani zama ba melma hosaini saheb da ta se wo gure che hosaini saheb ham kitab lwane ustad us ka manga wayu che inja muzakkar hast agar bogaim ke شما کتاب میخوانین اما در زبان دری فرق نمیکنه که به استاد و هم یک دختر خانم باشه برای اینا میگیم که او کتاب میخونه او کتاب میخونه اما در زبان پشتو به این شکل نیست عزیزا وس که استاد حسینی کتاب لوانی نو په دی شکل باید ورته جمله ولی که دای کتاب کتاب لولی دای کتاب لولی چون استاد حسینی است وقتی مذکر باشه باید زمیر دی استفاده بکنیم خب گرانو اونکو و سرازو ده یوسرا پاک لغگیگو گو جان هم کتاب لونی حالا جان به اسم معنیس کدام زمیر استفاده میشه؟ دا نو وقتی ما اشاره میکنم به یوسرا جان چ؟ چه دا کتاب لونی حسيني صاحب تمویل چې دای کتاب لونی نو یوسرا جان ته ویو چې دا کتاب لوالی دا کتاب لوالی یا لونی وس حسيني صاحب هم راضي د یوسرا جان سره او د حقي مور سره یو ځای کتاب لونی حسيني صاحب تاسو دلته راشي ډیره بخنه غواړم خاګر نه ځکونکو وس حسینی صاحب یوسرا جانا او د مور درې وړه سره یو ځای کتاب لونی که زبان دری اگر ما بگوییم که اینها کتاب میخوانه فرق نمیکنه که اینها تمامش مذکر باشه مؤنث باشه در زبان پشتو هم به می شکل است وقتی یک گروپی از مردم صحبت میکنه یک گروپی از مردم یک کار انجام میده و شما زمیر استفاده میکنین پس باید بگوین که دوی کتاب لونی اینها کتاب میخوانه حسینی سب دیره بخونه گوارم مننه کور نو دوی کل سنگ جمله ویو چه دوی کتاب لولی خب یه هم شد زمیر که با جمع استفاده میشه فرق نمیکنه که آه, یک آه, تمامش مذکر باشه و یا هم معنی است گرانه زکه دا وزمن عملی کار استاد هم دیادهونه وځی چې دی زمیرونه ته یو یو جمله خپل کتابچو کې ولیکي خب از اگر یاد تان بشه د درس گذشته برتون گفته بودیم که ما زمائر مستقل دریم و زمائر نامستقل یعنی متصل زمیرونه او منفصل زمیرونه د مستقل زمیرونه پاک لمن تاسو وګه گیډو نو وس راځی چې هغه نامستقل زمیرونو پاک لبا گیگو زمایری که استقلال نداره یعنی باید همراهش یک کلمه دیگه استفاده شود که معنا بده خب که کدام است می دی ی مو مو به موان... یک نفر یعنی مفرد و موی که برای جمع استفاده میشه و یی که برای جمع یعنی می اول یم دی و یی اینا برای مفرد هست سی تا اول برای مفرد هست ای سی تا اول برای مفرد هست و ای سه دانش هم برای جمع هست خب ازا یک جمله دری براتان میگم مثلا برای یک کسی میگین که کتابم کتابم را بتی کتاب ما کتابم را می میمی که اضافه همیشه امو می هست خب حالا د استاد حسیني نه غوښتنه کوو چې حسیني صاحب راشي دلته او د حسیني صاحب نه زه یو کتاب غواړم حسیني صاحب مهرباني وکړئ ښه حسیني صاحب دلته دا او زه حسیني صاحب ته وایم کتابم را بتې یعنی کتاب می راکړه ښه حسیني صاحب کتاب می راکړه کتاب می راکړه یعنی ای کتاب از ما هست پیش حسینی صاحب بود ای را برای ما داد وست منگا تاسی ویو چی کتاب می کتاب می را کرده. دو کتاب می را حالا دوباره ما کتاب را که از حسینی صاحب است این کتاب از حسینی صاحب است این دوباره ما به استاد حسینی میتونم میگم چی کتاب دی واخله کتابت را بگی الو اته کې در زبان دری هست در پښتو مشه دی کتاب دی واخلہ یعنی کتاب از حسین صاحبز کتاب را دوباره بر حسین صاحب دادیم موږ چي کتاب دی واخلہ خ ووس دریم شخص مونږ تاسف کوار لرو خ تاس میرونی وکي نو ووس دلتا ز د د یو ناغوارم چې د دریم شخص کتاب ورکی هالا په زوونه دری میګیم کې کتابش راپته کتابش هالا باز بره استاد میګیم کې کتاب حسیني سره راپته کتاب یې ورکړه کتاب یې ورکړه نو دلته وایو چې چون یوک شخص اس میګیم کې کتاب یې ورکړه ها گرانو زکون کو وس دا کتابونه د استاد سردی او زه او حسینی صاحب سر یو ځای نو کله چې جام شي از شخص دیگر میخوایم که برای ما یک چیز را بته حالا میگیم که کتاب مو را کلا. یعنی کتاب با... کتاب ما را بته حالا میگیم کتاب مو را کلا. یعنی این کتاب ها از ما و استاد حسینی است نو دلتا ویو چی کتاب مو چون جمع هست کتاب مو را کرده خیران زده کنون که ووس زه چه کتاب د سو کسو کرم یعنی کتاب را با چند نفری که یعنی بیشتر از یک نفر هستن کتاب را بتوم نو زه حسینی سف دیر بخنه غالم حالا در زبان داری میگیم که کتابتون را بگیرین به زبان آویانه کتابتان را بگیرین نو no. دلتا یو مو وچه م ز او حسین صاحب سره یو ځای وو کتاب مو را کړه از کتاب مو را بته اما الان میګیم که کتابتان را بگیرین کتاب مو واخلې هر دو مو هست فقط در جمله در فعل تغیرات مې ها و سووی چې کتاب مو واخلې کتاب تان روي گیرین مخاطب ما هست مخاطب ما یکی نه جمع هست کتاب مو واخلې واخ مخ... کتاب ورکلل یو دوو کاسته نو دلته ویلې شو چې کتاب یا کتابونه مو واخلې کتابونه مو واخلې یعنی بر یک گروپ اما مخاطب ما وقتی در موی اول بود اینجا گفتیم کتاب مو را کرده. چون ما هم در او بودم پس ما متکلم بودم و شخص دیگه هم کنار ما بود پس میگیم کتاب مو را وقتی دوباره با مخاطب صحبت میکنیم کتابون مو وخلی حالا کتابون یه ور حالا ما شخص دیگه نیاز داریم وقتی یک نفر دیگه باشه بر از اونا بگویم که کتاب های از اینا را بتیم خب حالا میگیم به شخص سوم سوم جمع یعنی اگر به شخص سوم کسره ما بگویم که دا زبونداری میگیم کتابشان را بت ی یسرجان هست انجه و یسرجان میگیم کتابشان را بت کتاب کتابونه ی ورکړه یسرجان کتابونه ی ورکړه ماشاءالله ماشاءالله خیر ووس یسرجانی ته ما, ما وویل چې کتابونه ی ورکړه نو دلته مونږ ویلې شو چې کتابونه کتابونه ی ورکړه یعنی به شخصی که امروی صحبت میکردم گفتم که به شخص سیوم جمع کتاب ها را بته میگیم کتابونه یه ورکره خب خلاصه خلاصی درسی بود که ما زمایر مستقل زمائر مستقل را خواندیم که اصلا تنهایی استفاده میشد و اینا هم زمایر نامستقل ودا کولای شي مو یو چيز را دې درسياد گرفته بوشن تر بیا ټول تاسو ټول په لو یو بكون کې خدای سپرم د خدای پام